بینایی که به آن تشریف رحمان در نظر داشته شده است به مبلغ 500 هزار دلار کرده شد. ازبکستان به خاطر خواندن نماز به اعضاهای جنسی زندانیان آب جوش می‌ریزند. مهاجران مهنتی گروگان فیسبی روسیه گشتند. به خاطر تشریف رحمان به ولایت سوخت برای تمرین بینایی که به آن رئیس جمهور تشریف می‌آورد به مبلغ زیاد از 500 هزار دلار ایالات متحده آمریکا صرف کرده شد که مبلغ مذکور از بودجه محلی جدا کرده شده است. سنه 16 نویبر با اشتراک رئیس جمهور رحمان در قصر ارباب شهر خوجند جمع آمدی تنتنوی بخشیده و 25 سالگی 16 اجلاسیه تاریخی شورای عالی برگزار می‌گردد. خبر می‌دهد آژانسی اطلاعاتی آسیا پلوس تکیه به منبع خود در حکومت. باید قید نمود که رحمان کیهان اینجانب با سفرهایش در منطقه های کشور با صرف گرانبهای مبلغ های بودجوی معروفیت پیدا کرده است. غیر از این به خاطر رحمان ایدانه های دبدبناک نمایش های تئاتراوی با اشتراک هنرمندان و مکتب بچگان محلی تشکیل کرده می شود. جهان این ملت فرخنده مکتب بچگان را مجبور میکنند تا اینکه در خصوص رئیس جمهور مدحیه ها و شعر های تعریفی بخوانند. در وقتی واخوری با پیشوای ملت همه باید دست بر سینه گذارند. در رابطه با این باید یاد رس کرد که کمی پیش تشکیلات خیریوی هلال احمر به محتاجانی ولایت سود کالاها برای قانع‌گردانی احتیاج های ضروری پیشکش نمود. شاید دیگر هیچ چیز نمیخوریم. یعنی وقتی که در کشور عامه مردم امکانیت قانع‌کنی احتیاج های ضروری را ندارد، حکومت های محلی باشد برای یک واخوری ایدانه رحمان مبلغ های افسانوی را صرف می نمایند. با تحریریت آزادی محبت خالمت های 60 ساله از شهر نمنگان مراجعت نموده است. دو پسر او با عیب های دینی از آزادی محروم گردیدند. با گفته زنی کهنسال تابستان سال جاری در زندان شهر نوایی نسبت یکی از پسرانش شکنجه های شدید کرده شد. برای ادای نماز به اعضاهای جنسی آب جوش می ریختند. دو پسر ساکن شهر نمنگان محبت خالمت های 60 ساله علیشیر عبدالجباروی 40 ساله و شفقت عبدالجباروی 33 ساله سال 2010 به مهلت های طولانی روانه زندان شدند. سود جوانان را در صادر نمودن جنایت با ماده 244 غیر قانونی استحصال نگاهداری و درآوردن یا اینکه پهن نمودن موادهای دینی کودکس جنایی ازبکستان عیبدار دانسته شدند. در همصحبت با خبرنگار آزادی خالمت را ابراز نمود که یک چند ماه پیش در کالونیای 4664 شهر نوایی نسبت پسر کالونیاش علیشیر شکنجه سخت کرده شد. ماه اکتبر زن برای ملاقات 3 ساعته با پسرش اجازت گرفته است. در وقتی ملاقات با او مادرش پای شکنجه ها را در تنه پسرش دیده است. پسرش گفت که در کالونیا به اعضاهای جنسیش آب جوش ریختند. وقتی که پای سیاه شکنجه ها را در پایهایش دیدم او آید واقعی شده گذشته به من نقل نمود. حادثه زیرین تابستان سال گذشته در کالونیای 4664 نوایی رخ داد. پسرم به من نقل کرد که کارمندان کالونیا باز 4 محبوس دیگر را برای ادای نماز به اعضاهای جنسی آب جوش ریختند. با گفته محبت خالمتوه پس از پشت پنجره شدن پسرانش همه تشویش شش نبیره به عهده او گذشته است. پسر کالونیام 3 فرزند دارد. من با کلینی کالونیام سمبوسه میپزیم و در مکتبی که نبیره هایم تحصیل میگیرند آنها را میفروشیم. از حساب درآمد سمبوسه و از کمک مادی خویش و تباران زندگی به سر میبریم، میگوید زن. مهاجران ازبکستان که در مرکز نگاهداری موقتی شهروندان خارجه در ولایت سمره نگاه داشته می شوند
با خبرنگاران معلومات دادند که آنها به اجازه فسب روسیه به وطن برگشته نمی توانند. возложены полномочия по выдворению иностранных граждан. رهبریت مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجه با آزادی خبر داده است که ازبک هایی که در مرکز نگاه داشته می شوند در نظارت خدمات های مخصوص روسی می باشند. طبق معلومات حمایتگران حقوق، وقت های آخر خدمات های مخصوص ازبکستان در منطقه های روسیه فعالیتشان را شروع نمودند. سپیش پریومه. امنیه تم بلا بزرش نارودنس تری رازو امنیه تاکی نهاد پراویلی. دوربکی 22 ساله‌ای که دو ماه اینجانب در یکی از مرکزهای نگهداری موقتی شهروندان خارجه در ولایت سمره نگاه داشته می شود، به خبرنگاران گفت که خدمات مخصوص روسیه به او برای برگشتن به ازبکستان اجازت نمی دهند. دهمی اکتبر مرا با همراهی دوستم کارمندان فسب دستگیر نموده به شعبه بردند. سپس ما را به خاطر ویران نمودنی قانونگذاری مهاجرت روسیه سود کردند. از ما طلب نمودند که بعضی سندها را امضا نماییم. پس از 10 شبانه روز ما باید کشور را ترک میکردیم. به همه سندها امضا گذاشتیم. سپس به دستمان دستبند را پشاندند و به شهر تالیتی بردند. یک ماه پیش بلیت های خریده امان را قطع کردند و گفتند که فسب به ما ترک کردن کشور روسیه اجازت نمی دهد. حداقل با کدام اساس ما را داشته استادند نمی گویند. من با دوستم به یگان جنایت وزنین دست نزدیم، گفت دوربک. طبق گفته های او کارمندان مخصوص روسیه آنها را به خاطر فروش کالاهای مایده چویده در یکی از کوچه های سمره دستگیر نمودند. سپس کارمندان خدمات مخصوص با راه فریب جوانان را مجبور کردند تا اینکه با سندهای نامعلوم امضا گذارند.